بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شبکه CNN عربی کلیپ های از مراسم بزرگداشت عاشورای امام حسین علیه السلام و برپایی شعائر حسینی را به اشتراک گذاشت. این پایگاه خبری در ادامه گزارش تصویری خود با عنوان از ترکیه تا کویت و عراق و دیگر کشورها تصاویر شیعیان و مراسم بزرگداشت عاشورای حسینی را به تصویر کشید. به گزارش CNN، شیعیان از کویت، عراق، ترکیه، ایران و سایر کشورهای عربی و اسلامی برای بزرگداشت عاشورا صحنه‌های زیبایی را از عزاداری‌های خود رقم زدند. سریلانکا روز گذشته از مسلمانان این کشور به خاطر سوزاندن اجساد قربانیان کووید 19 عذرخواهی کرد. این کشور را همچنین به خاطر نادیده گرفتن توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی مبنی بر مصون بودن روش دفن کردن اجساد به طریقه اسلامی معذرت خواست. نمایندگان جامعه مسلمانان در سریلانکا از عذرخواهی حکومت سریلانکا استقبال کرده، اما گفتند که مسلمانان همچنان از تأثیرات منفی تصمیم قبلی حکومت ناراحت و متأثر هستند. و خبری از هندوستان. مسجدی با قدمت چند صد ساله در روستای چیلکور منطقه رنگاردی تلانگانا تخریب شد که خشم مردم منطقه را برانگیخت. گفتنی راننده لودری که منجر به تخریب مسجد شد دستگیر شده است. شنیده ذکر است هیئت وقف دولتی تلانگانا تلاش‌هایی را برای بازسازی مسجد آغاز کردند، از جمله حفر یک چاه و ساخت یک سوله موقت که نمازگزاران بتوانند در آن نماز بخوانند. مقام‌های ایالت خیبر پختونخوای پاکستان اعلام کردند که شبه نظامیان یک مدرسه دخترانه را در منطقه میرعلی این ایالت آتش زدند. به گفته پلیس این حمله بامداد دوشنبه 1 مرداد زمانی رخ داده که مدرسه خالی بوده، لذا تلفاتی در پی نداشته است. همه تجهیزات این مدرسه از جمله کامپیوترها، کتابهای درسی و مدارک آموزشی سوخته‌اند. و اما خبری از افغانستان. منابع محلی در استان کنر در شرق افغانستان میگویند که انفجار یک گلوله خمپاره در این استان یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. گفته میشود در این انفجار یک کودک کشته شده و 2 کودک دیگر و 1 زن زخمی شدند. به گفته یک منابع محلی، قربانیان همه اعضای یک خانواده هستند. انفجار زمانی به وقوع پیوسته که کودکان سرگرم بازی با سرگلوله بودند. بر اساس برآوردهای اولیه دیدبان اقلیمی اتحادیه اروپا، کوپرنیک که از سال 1940 میلادی تغییرات اقلیمی و دمای هوا در سراسر جهان را ثبت و بررسی می کند، یک شنبه 31 تیر گرمترین روز ثبت شده در تاریخ بود. به گفته پژوهشگران کوپرنیک، همزمان با ورود توده‌های هوای گرم به ایالات متحده، سراسر اروپا و بخش‌های از روسیه، دمای متوسط هوای سطح زمین در این روز به 17 درجه سانتیگراد رسید. شنیده ذکر است رکورد قبلی گرمترین روز در یک سال میلادی 17.8% درجه سانتیگراد در ژوئیه سال گذشته ثبت شده بود. در همین راستا کارلو پونتمپو، مدیر دیدبان اقلیمی اروپا، کوپرنیک گفت با توجه به تداوم حرکت امواج هوای گرم در بخش گسترده از نیمکره شمالی در روزهای آینده، ممکن است رکورد روز 31 تیر شکسته شود.